دوستان درود به همتون. زیر چند تا از ویدیوهای قبلی که توی یوتیوب گذاشته بودم کامنت گذاشته بودین، پرسیده بودین که حساب بازنشستگی چی هستش. حالا توی این ویدیو خیلی راحت و خیلی کوتاه توضیح میدم بهتون که حساب بازنشستگی یا همون 401k چی هستش و اینکه چه جوری کار میکنه. فقط قبلش لطفاً لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه و لطفاً اگر ویدیو رو دوست دارین حتما شیر کنین که بچه بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن از این اطلاعات استفاده کنن. دوستان 401k رو باید اون کارفرما یا اون کمپانی شرکتی که براش کار میکنین باید بهتون به اصطلاح آفر کنه و شما براش ساین اپ میکنین. به قول امریکایی‌ها وقتی شما برای یه کمپانی شرکت اینجا کار میکنین یکی از مزایایی که اون شرکت بهتون میده 401k هستش. وقتی که میخواین برای اون کار اپلای کنین روی وبسایت توی جاب دیسکریپشن تو قسمت بنفیتاش نوشته که مثلا اگر این کار رو بگیرین ما بهتون مثلا 401k هم میدیم، آفر میکنیم بهتون. اینجوری شما میتونین بفهمین که آیا این کار بهتون 401k میده یا نه. فقط این یادتون باشه که برای گرفتن 401k شما باید فول تایم کار کنید، پارت تایم بهتون 401k معمولا آفر نمیکنن. بچه‌ها توی حساب بازنشستگی شما خودتون تعیین میکنین که چند درصد از حقوقتون هر ماه به حساب بازنشستگی یا 401k شما ریخته بشه و این پولم قبل از اینکه مالیات از حقوقتون کم بشه این پول برداشته میشه و به اصطلاح توی حسابتون ریخته میشه. حالا کمپانی ها نسبت به یه سری شرایط و قوانینی که دارن یه درصدی رو هم مچ میکنن با پول شما. بعضی کمپانی ها 100% این کارو میکنن، یعنی شما اگر مثلا $100 بذارین اون هم $100 براتون میزنن تو حسابتون. ولی خب بعضیا کمتر این کارو انجام میدن. من یه کمپانی بود قبلا کار میکردم، اونا قانونشون این بود که 75% 8% اول رو مچ میکردن. یعنی اینکه مثلا اگر شما 10% توی حسابتون میذاشین اگر این 10% حقوقتون میشد $100 8%ش خب میشد $80 و اونا 75% این $80 رو براتون مچ میکردن، یعنی $60. یعنی شما اگر $100 میذاشتین این کمپانی $60 براتون مچ میکرد. خب میگم کمپانی حالا بستگی به شرایطشون وضعیتشون یا نمیدونم مثلا بودجه‌ای که دارن خب این قانونا و این درصد بندیاشون فرق میکنه، ولی خب به هر حال یه درصدی رو حتما مچ میکنن. بچه ها مردم اینجا چند جور به حساب بازنشستگی نگاه میکنن. بعضیا میگن که خب این پول مجانی هستش، کمپانی میده خب استفاده کنیم، چرا که نه، و خب درست هم هستش. و بعضیا میگن که سرمایه سود کردن بدون سرمایه گذاری، و خب اینم درست هستش. یعنی شما $100 امروز از حقوقت میذاری تو حساب 401k و کمپانی هم همون موقع $100 میذاره تو حسابت، یعنی شما نه سرمایه گذاری کردی نه چیزی، $100 سود کردی روی پولی که تو حسابت گذاشتی. خب اینم درست هستش، فکر جالبیه. بعضیا هم اینجوری بهش نگاه میکنن میگن که حالت اضافه حقوق هستش. یعنی مثلا شما اگر $600 در ماه حقوق میگیرین، از این $600 اگر شما مثلا $100 رو تو حساب بازنشستگیتون میذارین کمپانی هم $100 میذاره. یعنی در اصل یه جوری شما $700 حقوق گرفتین و $200 رفته توی حساب بازنشستگیتون. پس اگر اینجوری بخوایم بهش نگاه کنیم میبینین که حقوق شما بیشتر از اون چیزی هستش که شما در ماه دریافت میکنین. فکر جالبی هستش که مردم نسبت به حساب 401k دارن. حالا بچه‌ها پول گذاشتن تو حساب 401k یه سقفی داره، یه محدودیتی داره که برای سال 2024 $23,000 اعلامش کردن و اینکه شما باید 59 سال و نیم سنتون باشه تا بتونین از این حساب برداشت کنین و اون موقع که برداشت میکنین مالیاتش هم همون موقع پرداخت میکنین. حالا اگر شما زودتر به این حساب دست بزنین و پول برداشت کنین، یکی اینکه جریمه میشین، دو اینکه همون موقع هم ازتون مالیاتش رو میگیرن. حالا یه مزیت جالبی که این حسابای 401k داره این هستش که شما میتونین از حساب 401k خودتون وام بگیرید. خیلی جالبه، یعنی یه جوری من بهش میگم از این جیب به اون جیب. شما اگر مثلا وام بگیرین از حساب 401k خودتون، یعنی از خودتون وام گرفتین، حالا بعدن که میخواین این قسط وامو پرداخت کنین خب به خودتون دوباره پرداخت میکنین. از به اصطلاح این سود وام و قسط وام و هر چیزی که باید پرداخت کنین رو به صورت اتوماتیک از روی حقوقتون کم میکنن و دوباره میریزن به حساب 401k خودتون. یعنی دقیقاً از خودتون میگیرن به خودتون پس میدن تا زمانی که شما این وامی که از حساب 401k خودتون گرفتین رو کاملاً پرداختش کنین.
حالا دوستان وقتی که کمپانیا به شما حساب 401k میدن، یه سری هم سهامای کمپانیای دیگر رو بهتون پیشنهاد میکنن که شما میتونین این پولی که توی حساب 401k‌تون دارین رو توی این سهام‌ها سرمایه گذاری کنین که بتونین سود بیشتری روی پولتون بگیرین توی این مدت سالایی که دارین کار میکنین. دوستان اینم بهتون بگم که یه چیزی هستش به اسم رول اوور، یعنی این که شما اگر توی کمپانی کار میکنین بهتون 401k میدن و شما کارتون رو عوض میکنین میرین یه کمپانی جدید و اون کمپانی جدید هم به شما 401k پیشنهاد میده. شما حالا میتونین پولی که توی 401k کمپانی قبلی داشتین رو کاملا در بیارین و ترانسفرش کنین، انتقالش بدین به حساب 401k که توی کمپانی جدید دارین و همین کار رو ادامه بدین و اونجا سرمایه گذاری کنین. خب رفقا، این بود از ویدیوی امروز راجع به حسابای 401k. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشتین. لطفا لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. لطفا حتما شیر کنین، اجازه بدین ویدیو رو بچهای بیشتری ببینن و بتونن از این اطلاعات استفاده کنن. اگرم که سوال دارین حتما مثل همیشه برام کامنت بذارین. مرسی که با من بودین، تا ویدیو بعدی.